مربوط به انتخابات دو مطلب مهمه. مطلب اول این بود که بایستی همه شرکت کنن. ما وظیفه داریم شرعن و عقلن شرکت همه افراد لازمه، اما عقلن برای اینکه مربوط به سرنوشت ماست، چیزی که مربوط به سرنوشت هر انسانی، عقل انسان اقتضا میکنه که انسان در اون حرکت کنه، بی تفاوت و سست نباشه. اما اینکه شرعا این است که امام رضوان الله علیه فرمودن که حفظ نظام از اوجب واجباته. از همه واجبات مهمتر این است که این نظام اسلامی حفظ بشه. حفظ نظام اسلامی این است که به بازوهای نظام، پروبال نظام توجه بشه تا حفظ بشه. این انتخابات پروبال نظامه، بازوی نظامه. از این جهت واجب است برای حفظ نظام این پروبال و این بازو رو توجه باشه و همه مردم، همه ما موظفیم، پیر و جوان و زن و مرد، همه و همه باید در صحنه باشیم و بایستی در انتخابات شرکت کنیم. این یک موضوع اوله که واجبه که الحمدلله تعالی امروز تمام ایران حرکت کردن، پیر و جوان و زن و مرد همه و همه در صحنه هستن. باید بدانیم کنار کشیدن کار از پیش نمیبره، باید در میدان باشیم همه ما تا بتانیم خدمت کنیم، به وظیفه خودمان عمل کنیم. مسئله دوم، مسئله این است که بایستی انتخاب اصلح باشه. مشکلات فراوانی همکنون در مملکت ما وجود داره. مشکل جوانان عزیز ما هست، مشکل مسکن هست، مشکلات دیگه هست، از جهت اقتصادی، سیاسی، از جهت فرهنگی، از همه جهت این مشکلات باید رفع بشه. باید یک فردی را ما در نظر بگیریم که بتونه واقعا این مشکلات، مخصوصا مشکلاتی که اخیراً مربوط به گرانی، مربوط به بیکاری به وجود آمده، خب پول ما چقدر پایین آمده که باید همه چیز به این ترتیب گران باشه، این باعث فقر و پریشانی و بیسامانی افراد بسیاری از مملکت باشه. خلاصه باید یک فردی را ما انتخاب کنیم بتوانه این مشکلات را رفع کنه، با مردم باشه، از مردم باشه، دلسوز باشه، مدیر باشه، سابقه بسیار روشنی در مدیریت داشته باشه برای خدا، چون کار بسیار مشکلی است. مردم انتظار دارن که یک نفر این مشکلات را برطرف کنه. امیدوارم انشاءالله با توفیق پروردگار این مشکلات کسی معین بشه بتونه رفع کنه.